به نام دادار دادستان. دو واژه مدرنیته و مدرنیزاسیون با هم تفاوت دارند. مدرنیته فرایندی است که چند قرن پیش در غرب آغاز شد و به شیوهی تصادفی و بدون برنامه از پیش تعیین شده دگرگونی‌های عظیمی در بنیان‌های فکری و فرهنگی و اقتصادی غرب ایجاد کرد که هنوز هم ادامه دارد. اما در کشورهای جهان سوم چیزی به نام مدرنیته از ابتدا وجود نداشته. در کشورهای جهان سوم حکومت‌های طرفدار غرب سعی داشتند با ایجاد اصلاحات و تغییراتی از بالا، اینجا رو خوب دقت کنید، با ایجاد اصلاحات و تغییراتی از بالا بنیادهای فکری و فرهنگی و اقتصادی رو با الگوبرداری از غرب و با برنامه‌ای از پیش تعیین شده دگرگون کنند، که این بیشتر شبیه یک پروژه است تا یک پروسه و به اون مدرنیزاسیون میگن. برنامه مدرنیزاسیون از سوی حکومت‌های اقتدارگرا در این کشورها پیاده شد و توانست برخی بنیادهای اقتصادی و اجتماعی رو دگرگون کنه، اما نتونست روح مدرنیته رو که همون آزادی و دموکراسی بود رو با خودش به ارمغان بیاره، زیرا مردم فقیر و سنتی این کشورها آمادگی پذیرش دموکراسی رو نداشتن. اگه قرار بود از همون ابتدا برنامه مدرنیزاسیون به رأی عمومی گذاشته شه، طبیعی بود که اکثریت جمعیت سنتی رأی به نفی اون و حفظ سنت ها میداد. اگر از فساد شدیدی که در کشورهای در حال گذار وجود داره بگذریم، حکومت های اقتدارگرا در خوشبینانه ترین حالت مجبور بودند بین توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی یکی رو انتخاب کنند. چون دموکراسی در یک جامعه فقیر و سنتی مفهوم نداره، دموکراسی در جامعه ای میتونه پیاده بشه که حداقلی از زیرساخت‌های اقتصادی وجود داشته باشه. رضا شاه هم جهت به اجرا درآوردن برنامه‌های مدرنیزاسیون مجبور بود اون رو از فراز جامعه، یعنی از بالای سر جامعه و بدون در نظر گرفتن افکار عمومی به اجرا در بیاره. این رو هم باید در نظر بگیریم که بخش‌های بزرگی از جامعه سنتی با مدرنیزه کردن ایران مخالف بودند. پس اینکه رضا شاه مشروطه رو نابود کرد یا به دموکراسی توجه نداشت نمیتونه سخن سنجیده‌ای از طرف برخی از دوستان باشه. متاسفانه فرایند دولت ملت سازی در دوره پهلوی با وقوع انقلاب اسلامی ناقص موند و کشور ما نتونست این دوره رو به خوبی و به صورت کامل پشت سر بذاره. انقلاب اسلامی در حقیقت یک نوع واکنش جامعه سنتی در مقابل مدرنیزاسیون بود. اما امروز در قرن 21 دیگه دوره دولت‌های اقتدارگرا به پایان رسیده. دولت‌های اقتدارگرا زمانشون قرن 20 بود. با رشد امکانات ارتباطی و آگاهی روزافزون توده‌های مردم دیگه نمیشه به زور چیزی رو به اونها تحمیل کرد. مردم خوزستان به خصوص اقلیت عرب زبان منطقه که متاسفانه خواسته های اونها ظرف چند دهه گذشته نادیده گرفته شده، خواهان احقاق حقوق حقی خودشون هستن. نمیشه نفت زیر پاشون رو شما بگیری بدی به یه جای دیگه، آبشون رو بگیری بدی به یه جای دیگه، خاکشون رو بگیری بدی به یه جای دیگه. در چارچوب یک ملت که در سرزمین مشخص زندگی میکنه، باید همه اقوام، مذاهب و گروه های اجتماعی حقوق برابر داشته باشند. اگر خواسته های به حق مردم خوزستان توسط اکثریت مردم ایران نادیده گرفته بشه، اونها حق دارن تقاضای خودمختاری داشته باشند. و اگه واقعا ثابت بشه که اکثریت مردم نسبت به خواسته های اونها واقعا بی‌تفاوتند، حتی حق تجزیه طلبی هم حق حداقل ادعاشو دارن. فراموش نکنیم که انسان معیار همه چیزه. کشور، ملت، افتخارات ملی، سرزمین، پرچم و حتی مذهب برای خدمت به انسانها به وجود اومده. هر کدوم از اینها اگه باعث ظلم و ستم یا نادیده گرفتن حقوق مردم بشه، به راحتی میشه